سبکترین عذاب قیامت، از امام صادق علیه السلام نقل شده است در روز قیامت فردی سبکترین عذاب را دارد که میان آتشی اندک و کم عمق از آتشهای دوزخ قرار گرفته و یک جفت کفش بنددار آتشین به پا دارد که بر اثر آن مغز سرش می جوشد آنچنان که دیگ مسی می جوشد و او چنین می پندارد که میان جهنم کسی از او عذاب سخت تری ندارد، در حالی که کسی در جهنم عذابش از او سبکتر نیست. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. بدانید این پوست نازک بدن شما تاب و تحمل آتش را ندارد، پس به خود رحم کنید و خود را مستحق آتش نسازید. شما که خود را در دنیا به مصائب دنیا آزموده اید و می دانید که چگونه در برابر کوچکترین سختی و ناملایم بیچاره و ناتوان می شوید. آیا دیده اید یکی از شما اگر خاری به بدنش فرو برود چه نالان می شود؟ و از لغزیدنی که او را خونین کند و از ریگ گرم بیابان که او را بسوزاند چگونه جزع می کند و اظهار درد و ناراحتی می نماید؟ پس این انسان ناتوان چه حالی خواهد داشت وقتی خود را در میان آتش جهنم ببیند که بین دو تابه آتش باشد، در حالی که همخواب سنگ سوزان و همنشین شیطان است؟ کنونت که چشم است اشکی ببار. این جمله را نیز از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام بر صفحه قلب بسپاریم. خردمندانه ترین راه تحصیل سعادت آن است که بنده از پروردگار خیش پروا داشته و تقوا پیشه کند، بدین گونه که خود را پند دهد و توبهش را تا آنجا که در توانش هست جلو بیندازد و بر شهوت و خواهش نفس خیش مسلط گردد، چون که مدت عمرش از وی پنهان است و آرزویش فریبش می دهد و شیطان پیوسته ملازم و همراه او می باشد و علالدوان معصیت را در نظر وی می آراید تا انجامش دهد و او را نسبت به توبه امیدوار می سازد تا نگران نگردد و آن را به تأخیر اندازد تا اینکه ناگهان مرگ بر وی هجوم آورد، در حالتی که بیش از هر چیز از مرگ در غفلت و بیخبر باشد. حال این حسرت و اندوه بر آن آدم غافلی که عمرش در روز حساب بر علیه او حجت شود که چرا با فراهم بودن انواع وسائل به بطالت گذرانیده و الحال به شقا افتاده و ایام دنیویش او را به بدبختی کشاند، بر اثر نافرمانی در دنیا به عذاب الهی گرفتار گردد. لزوم تعجیل در توبه. امام صادق علیه السلام درباره گفتار خداوند از زوجل که می فرماید توب الی الله توبه نصوحا فرموده است هو صوم یوم الاربعاء و خمیس و جمعه، آن روز گرفتن در روز چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه است. شیخ صدوق رضی الله در معنای حدیث فرموده است یعنی این روزها را روزه بگیرد و آنگاه توبه کند. مردی در حضور امام صادق علیه السلام عرضه داشت من گاهی که در خانه خود داخل مستراح می شوم صدای ساز و آواز از خانه همسایه به گوشم می رسد، چه بسا توقفم را در آنجا بیشتر می کنم و به صدای آنها گوش می دهم. امام فرمودند لا تفعل، این کار را نکن. مرد گفت
به خدا قسم من نزد آنها نمی روم و در مجلس آنها شرکت نمی کنم، تنها به صدای آنها گوش می دهم. حضرت فرمودند: آیا نشنیده ای که خداوند می فرماید با یقین گوش و چشم و دل در روز قیامت مورد بازخواست قرار می گیرد؟ هر یک درباره آنچه که دیده و شنیده و اعتقاد پیدا کردند پرسش می شوند. مرد گفت: بله، با خدا قسم گویی من تا کنون این آیه قرآن را از احدی از عرب و عجم نشنیده بودم و همکنون از خدا می خواهم مرا بیامرزد و انشاء الله آنچنان باشم که پس از این نیز این عمل از من صادر نشود. امام فرمودند: برخیز و غسل کن و هرچه که خواهی نماز بخوان، چون که تو مداومت بر گناه بزرگی داشته ای و چه بدبخت و تیره روز بودی که اگر به همان حال می مردی. پس شکر خدا کن که توفیق تنبیهت داد و از او بخواه از هرچه که او ناخوش دارد توبه کار شوی، زیرا هرچه که او نمی پسندد زشت است و کار زشت را به اهلش واگذار که هر چیزی اهلی دارد. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.